وقت شما بخیر بیننده های شریف و نجیب، بازم گزارش های میرسه که چرخ بالای امریکا به افغانستان داعش میارن. این جزئیاتش بعدم میگم. آلون بندوید در اسرائیل میگه که سلاح های حماس در داخل تولید میشه به طور کل. جالب است خینا در 11 ماه، یعنی خاک به اصطلاح غزه رو به اصطلاح ما شما به توبره برداشتن، چی کار دم و دستگاه تولید اسلحه همچنان برقرار است؟ خب روزنامه هارتس گفته است که اطلاعات حساس اسرائیل به وسیله هکرها سرقت شده است. این خودش یک شکست در جبهه نظامی است و حتی مهمتر از اون. میریم سر یک خبری که از پاکستان است. در پاکستان یک مرکز خرید بزرگ در کراچی افتتاح شده. مردم رفتن که افتتاح را ببینن، فروشگاه بزرگ، یک سوپرمارکت کلان که در اونجا مال میگن که چیز. مردم رفته، وقتی که افتتاح میشه می تمام مردمی که اونجا رفته بود حمله میکنه و تمام این مرکز خریدن، چیزی که بوده نبوده غارت کردن، چور کردن. ای با ای چه پیام هم میتبم ذهن ما و شما؟ پاکستان یک کشور است غرق در قرض، غرق در فقر، غرق در بیعدالتی، غرق در نوسان امنیتی. یعنی اولین بار است ما پاکستان یک خبر میخوانیم. خب بیشتر گفتیم که افغانستان گره استراتژیک در جاده چین است. گره چی؟ یعنی دیوار و یه انداز است. شارمینا ناروانی یک ژئوپلیتیست روزنامه‌نگار غرب آسیا است. این آدم میگه اساسا داعش یک گروه است که در صحنه جنگ سوریه و عراق ظاهر شد، از او خارج شد. خو خارج شد کجاست؟ میگه آل در افغانستان انتقال داده شده. افغانستان یک گره استراتژیک برای علیه کی است؟ اما ابتکار بالقوه کمربند و جاده، یک کمربند یک جاده چین که درست کرده. میگه افغانستان این تو یک گره است. در جنگ پاکستان ما شما امروز میبینیم که در بلوچستان هیچ پروژه چینی پیشرفت نکرد، کلش زدن، متوقف است. حال نوبت افغانستان است با وسیله کی؟ داعش. یه جیوپولیتیست ادامه میده که دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا قبلا گزارش داده بود که چرخبالای ائتلاف غربی در حال انتقال نیروهای خارجی داعش. نیروهای خارجی داعش همه از هر کشوری که رفته بودن در سوریه بودن، حالا از سوریه منتقل میشد. البته این سالهای کار شده در افغانستان. در اون زمان میگه هیچ کس نمیفهمید چه اتفاق میفته که بالگردا میچرخیدن از یک سو به این طرف و طرف. اما دو منبع، یادم میگه دو منبع مختلف و ما گفتن که امریکا این جنگجویان غیر سوری داعش هست. غیر سوری یعنی تاجکستانی، هر از هر ملیتی که هست، ازبک، از هر کشور، اویغور، این را با هواپیما به افغانستان منتقل میکند. که میگه من در مو زمان ای گپ متوجه نشده بودم. آله این دو منبع گفته بودن و این معلوم میشه که درست است. اما با توجه به او چیزی که اتفاق افتاده، امریکا باید یک نیروی جنگی کثیف در اینجا جا با جا بکنه دیگه، که چی کنه؟ وظیفهش منفجر کردن مسجد باشه، مثلا خراب کردن مدرسه ها و زیر ساخت های مدنی. که چی؟ که پس از خروج نیروهای امریکایی هرج و مرج کامل ادامه بدن. امی فعلا که حالا دیده میشه. یکان تا میگه که ولی طالب ها بیخی قرار قراریست، مسخره ترین حرفی رو میزنن. برای کی قراریست؟ برای کی؟ شما ای اطلاعات و ای حوادث و ای کشتار و ای تجاوزات و ای در خانه در آمدن ها را
و یک محشر برپا کردن. اینا رو ای امنیت عمومی است. خب برحال یادم میگه که یه امر اینمی انتقال داعش به افغانستان مانع توسعه خطوط لوله و راههایی است که به چین، روسیه، ایران و پاکستان اجازه میده با افغانستان و کشورهای مختلف ارتباط برقرار کنه. یعنی به پروژه رو زده خراب کرده. حتی دمی آخر نوشته میکنه میگه که داعش خراسان یک ساختار خاص امریکا و سیاهی است. کی میگه؟ شارمین ناروانی یک آدم مشهور است. دیره دم به حساب چیز خود نوشته. میریم در حزب الله و موساد. یک اولین بار است که یکی از یک عامل موساد به نام محمد شیتو از لبنان دستگیر شده. یک پرستار بیمارستان بوده، عضو سابق حزب الله بوده، ای به موساد کار میکرده، مراکز حزب الله را جزئیات میداده، مساجد و حسینیه ها در جنوب، و 7500 دلار از موساد دریافت میکرده. ایر کی گرفته؟ اطلاعات مقاومت اسلامی در موجه خود زیر اثر ازبلا که از در لبنان اینا رو گرفتن، خودشان رو مکمل نکردن، دادن به مراجع قضایی لبنان. البته یک خبر زیاد مهم نیست، به خاطر از اینکه گفته باشیم که این رقم در پشت جنگ این تو چیزها هم موجود می باشه. همچنان پلیس ترکیه رئیس شبکه مالی موساد در ترکیه دستگیر کرده. ببینید پلیس استانبول رئیس شبکه مالی موساد در ترکیه دستگیر کرده. خب رئیس شبکه موساد در ترکیه چی میکنه؟ اونجا دفتر دارن. خب سازمان اطلاعاتی ترکیه میتنام داره، MIT، ای رو دستگیر کرده. یک ای آدمی از کوسوو است به نام لیریدون رجپی. ای آدم از طریق وستر یونیان و ارزای رمزنگاری شده و عوامل میدانی خود در ترکیه و در منطقه که عملیات نظارت پهپادی انجام میدن و چیزهای دیگر علیه سیاست مداران فلسطینی و جمعوری اطلاعات در مورد هم منطقه انجام میدن در داخل خاک ترکیه. البته ترکیه یک کشوری است، شما از رای سریالاش متوجه شده باشین که خودش نیست دیگر، یعنی محل فعالیت قدرت های غربی و شرقی است و شمول مافیای چند رنگه. گردان های شهدای الاقصی حالی که جبهه باختری کرانه باختری باز کردن در تولکرم گفتن که از یک خانه پیام دادن که ما خانه محاصره شده و در شرق منطقه زنبه در اونجا با مسلسل مواد منفجره ما دست چیز هستیم، در حال جنگ هستیم. امی لحظه که ما این خبر رو بر شما میخوانیم ممکن است اونا یا کشته شده باشن یا اسیر شده باشن، اسیر خونه میشن کشته شده باشن. این آخرین پیامشان این بوده که ما محاصره شدیم، درگیری دوام داره. خب نیروهای اسرائیلی در منطقه کفرزان خانه خواهر یک مقام تشکیلات خودگردان فلسطینی را محاصره کردن. ای حوادث چیزی که خارج از غزه در جبهه کجا؟ در جبهه دوم یعنی کرانه باختری. ای آدم مسروح یا ابول سعید نام داشته، درگیری در اطراف خانهش در جریان است. ارتش اسرائیل یک بلدوزر آورده در خانهش در حال تخریب کردن است که تا نشر می خبر ممکن است که از خانه از که فقط یک تل خاک باقی مان و ایران میکنند. خب یک محقق مستقل در خاور بیانه به نام روبرتو نچیا، ای آدم میگه که یک روز بعد از اینکه بلومبرگ گزارش کرد که ایران قرار است فورا موشک های بالستیک به روسیه تحویل بده، وزارت خارجه ایران به سفیر روسیه الکسی دادوف گفته که به وزارت خارجه باید احضار شوی. چرا؟ مسکو از پروژه کریدور زنگزور که از طرف ترکیه و آذربایجان در مرز با ایران پیش برده میشه
تا به اصطلاح شاهرگ تنفسی ژئوپلیتیکی ایران قطع بکنه، روسیه از او پشتیبانی کرده. پوتین که رفته بود در آذربایجان، چیزای اونجا اتفاق افتاده، چیزای متناقض است. از یک سو شریک استراتژیک ایران از روسیه، و از یک سو یعنی تو تعاملات هم وجود داره که اصلش ما نمیفهمیم. اما به هر حال این مسیر که آذربایجان از طریق ارمنستان به منطقه نخجوان متصل میکنه با این بسیار یک منطقه دعوایی است. ایران مخالف بستن این راه است، یا مخالف اشغال یا تصرف منطقه زنگزور به وسیله آذربایجان است. به او خاطر ایران سفیر روسیه را به دلیل حمایت از کریدور زنگزور احضار کرده. سایت خبری دولت ایران هم گزارش کرد که الکسی دادوف سفیر روسیه دعوت شده تا نارضایتی تهران برش از این بابت ابلاغ شود. این پروژه کریدور زنگزور هر وقت باش از یه جنگ میشه. ما گزارشات متعددی در این رابطه دادیم که آذربایجان بسیار داغ است که از طریق ارمنستان و منطقه نخجوان خود وصل بکنه. نخجوان خاکش است، اما چنان جغرافی های تو در تو را کردن که باید از یک کشور دیگه بگذره. ارمنستان رد کرده، ارمنستان ضعیف است، اما با تحریک ایران اجازه نمیده. چرا میترسه که پروژه منجر به تغییر در مرزهای منطقه شود؟ رابطه ارمنستان با ایران قطع شود، یعنی ارمنستان در او صورت می میرد اگر ایران پشتش نباشد. دیتر در خاورمیانه ناتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیشب در تلویزیون آمد تا مخالفت خود با یک چیز ابراز بکنه، که بگوید که اسرائیل از محور فلادلفیا و او باریکه مرزی با مصر که از خارج نمیشه. چرا نمیشه؟ میگه که اگر ما از خارج شویم، اسیرای اسرائیلی که پیش حماس است، اینا را از غزه میبرن به صحرای سینای مصر، باز بعد از او به یمن و ایران تحویل میدن. البته یک چیز پوچ است یک ادعاها، چون دیگه استدلال نیافت و به نظر میرسه که از اینجا عقب نشینی خواهد کرد و وادار میشن. در کل جنگ شکست آمده، خب اینی استدلالش بود برای اولین بار. برای مردم می ترسن اسرائیلی ها را که یعنی شما اسیرای و فرزندان شما را پیش شان است، اینا را به یمن و ایران با تحویل می تن. باز شکنیم ایتو سینین گزارش کرده که اصرار اخیر ناتانیاهو بر درباره باقی ماندن در محور فلادلفیا نشان دهنده تغییر موضع است. یاییر لپید رهبر مخالفان گفته است که تمام اظهارات ناتانیاهو در مورد محور فلادلفیا دروغ و فریبکاری است. این حریف سیاسیش میگه تنها محوری که بر از او میگه مهم است فلادلفیا نیست، محور بنگویر و اسماتریچ است، یعنی دو افراطی صهیونیست در کابینه. هیچ کس در تاریخ اسرائیل بیشتر از ناتانیاهو در راستای تقویت حماس گام بر نداشته است. درست است، یعنی حماس سالها از طریق قطر 10 میلیون دلار همیشه بنابر توصیه ناتانیاهو دریافت میکرد تا اینا را از فلسطینی را دور نگاه بکنه از هم، و امو پولها انرژی شد که بالاخره به جان اسرائیل تبدیل به آتش شد. رسانه ایبری هارتس، هارتس البته روزنامه چپگراست، اینا چیز مهمتر را افشا کردن دیگه. گفته قدرت سایبری اسرائیل آل تحقیر شده. خود چی شده؟ ای در گزارش اعتراف کرده که بعد از جنگ با حماس موج بی سابقه از حملات سایبری علیه اسرائیل شکل گرفت، که در کل بسیار اطلاعات حساس و محرمانه از سایت ها و پایگاه اطلاعاتی اسرائیل چی شده؟ به سرقت رفته. این کار کی میکنه؟ ایران میکنه. هکرهای ایرانی در دنیا نام دارن. حال نهادهای اسرائیلی کوشش دارن که او سرقت رفته تا ای از طریق صفحات
مجازی یعنی تلگرام اینا نشر نشود. چقدر پول بدن، چقدر رشوت بدن تا اونا نشم اون کار میشه. آمیر بن یعقوب نویسنده این گزارش است در روزنامه هارتس میگه چند ماه پیش اکرای خارجی سامانه های وزارت دادگستری را حک کردن. ده ها هزار سند محرمانه و نامنگاری های حساس در شبکه اینترنت منتشر شد. این دیگه شکست است. یک جعبه است که خط جنگ مشکنه. این خط جنگ سایبری شکسته. اونا که در شبکه اجتماعی نشر شده، حق شده بود اسناد وزارت دادگستری، بعد از او لینک های متعددی در صفحات تلگرام برای دانلود ایجاد شد که مردم ها میگفتن که این غنیمت ارزشمند بگیرین مفت دانلود کنین. اما چی شد؟ بعد از مدتی پوست ها حذف شد و کانال های اکرا در تلگرام فلتر شدن. ای که رئیس تلگرام از زندانی کردن و کلیش به اینی گپا رب داره. وزیر خارجه عراق میگه که شواهد نشان میده که ایران با ترور اسماعیل هنیه به اسرائیل حدمی پاسخ میده در این روزا. وزیر خارجه اردن گفت که از تمام کشورهای جهان میخواهیم که صادرات سلاح به اسرائیل تحریم بکنند. خواهی اول خود در دفاع از اسرائیل خود شما پیش قدم شدین. خود می اردن حالا میگه کور سلاح نتین. رئیس جمهور اسرائیل میگه ما به اصطلاح وضعیتی داریم بسیار وضعیت ناجور، یعنی پشت سر هم در حال خاکسپاری نظامیان هستیم. بله گورستان ها کم کم کلان شده می روند. یادم میگه ما در چندین جبهه در حال جنگ هستیم، بزرگترین شکست تاریخ اسرائیل و بزرگترین شکست امنیتی را ما تجربه کردیم و می کنیم. بله این چی اتفاق افتاد؟ خب یه دیگه فلسفه جنگ غیر عادلانه است در 77 یا 76 سال اخیر. آلون بندوید خبرنگار کانال 13 اسرائیل گفته است که ارتش در عملیات نظامی خود در رفح که بسیار ادعا میکنه هی تونلی را از غزه و مصر یعنی از طریق محور فلادلفیا پیدا نکرده. دروغ است. 80% از سلاح‌های غزه در داخل ساخته می شود و هیچ قاچاقی نیست. آلون بندوید از خبرنگاران مشهور اسرائیل است. این حال ببینیم که وقتی که صدر اعظم یک گپ می زنه در برابرش آلون بندوید میگه که دروغ نگو. هیچ چیزی را شما در اونجا تخریب هم نتانستین، نه تونلی بود نه تاسیساتی بود. و اونجا که شما میگین برای اسلحه رسانی میشه برای حماس، حماس قبلا طور خودکفا شده که سلاحهای مورد نیاز خود در داخل در شکم تونل های پیچ در پیچ خودش تولید میکنه و قاچاقی نیست. جالب.